ساختمان مایا در فرمانیه تهران رو خواهیم دید که یکی از زیباترین مناظر تهران رو دارد. و برای اینکه بهتر با تفاوت‌های لامینت و پارکت آشنا شیم، به شوروم جیوار سر بزنیم. و من هم با آقای مهندس فرهانی، سازنده پروژه مایا رزیدنس، گفتگو خواهم کرد. یکی از پروژه‌های خیلی خاص رو می‌خوایم ببینیم که به علت مشرف بودنش به یکی از باغ سفارت‌ها منظره بی‌نظیر داره، که وقتی پنجره رو باز می‌کنیم با ویو روبرو می‌شیم که انگار تو شمال ایران زندگی می‌کنیم. پروژه مایا در فرمانیه تهران. این ساختمان در زمینی به مساحت 820 متر مربع طراحی شده. سازندش مهندس مسعود فرهانی و آرشیتکت پروژه مهندس فرزاد دلیری هستند. ما الان فرمانیه هستیم، خیابون دژمجو، یکی از بهترین مناطق تهران. دسترسی اصلیش هم بزرگراه صدر و خود خیابون فرمانیه هست. در لحظه ورود به هر آپارتمانی با فضای لابی روبرو میشین که با زیبایی خودش میتونه حس خوبی رو برای ساکنین به وجود بیاره و همینطور یه سری از نیازهاشون رو هم برطرف کنه. مثلا لابی من فضایی برای نشستن افراد یا محلی برای قرار کاری. استفاده از کاغذ دیواری خاص و سنگ جلوه زیبا به این لابی دادن. سقف بلند 4 نیم متری با طراحی نئوکلاسیک و با نورپردازی به جای فضای مجلل و چشمگیر رو به وجود آوردن. بابا اینگار تو لابی هتل نشسته. آره واقعا طراحی عالی، خیلی شیکه. مسعود فرهانی هستم، فارغ التحصیل رشته عمران سازه، مدیر عامل گروه ساختمانی مت. آقا تبریک، هم مجلل شیک. اصلا داشتم به نیما میگفتم، یعنی حرفش بود که اصلا مثل هتل طراحی شده اینجا. من خیلی خوشحالم که شما همچین فکر کردیم. ما واقعا اینجا خدمات هتلی به ساکنین میدیم با قسمتایی که در مورد بار و کافی شاپ و اینا براش تهیه کردیم. بله خیلی هم کامله واقعا اینجا. با این کیفیت اجرا، متریالی که تو لابی استفاده کردید حتما دیگه تو واحد سنگ تموم گذاشتید. بله، به خاطر اینکه بعدن ساکنین که اینجا میشینن نمیتونن خب تغییرات بدن تو مشاهد، ما سعی میکنیم هم کیفیت واحدها یا حتی بهتر کار کنیم که موندگاری و ارزش افزوده ساختمون تو توی سالیان حفظ بشه. همین وسواس سازنده است که باعث میشه یه ساختمون موندگار شه و برند بشه. دقیقاً. و فکر میکنم با توجه به اینکه خودتون مثل که ورزشکاری، درسته؟ بله. احتمالاً یه باشگاه خیلی کاملی هم داشته. خیلی باشگاه خیلی خوبی داریم اینجا، با دسترسی مستقیم به سقف و ارتفاع سقف بلند و با تجهیزات کامل. چقدر هم خوب. بریم ببینیم واحد. من میگم چایتون صرف کنیم؟ آره چایی بخورم. خوش آمدیم. خیلی ممنون، مرسی. به به، بسیارم عالی. طراحی داخل اینجا رو خودتون انجام دادید؟ بله طراحی داخلی. اولین چیزی که نظر ما رو به خودش جلب کرد نورگیر بودن فضای داخل واحد. استفاده از مبلمان و لوازم دکوری در رنگ‌های تیره و روشن یه تم زیبا رو به وجود آورده.
از اون مهمتر فضای بزرگ اتاق پذیرایی و نهارخوری که خیلی خوب از آشپزخونه و نشیمن خصوصی تفکیک شده. تیوی روم و نشیمن. وای دسترسی خوبی هم با آشپزخونه داره. دقیقاً. طراحی اینجا من دقت کردم مدرنه، یعنی فرق میکنه با قسمت‌های دیگه. به خاطر اینکه اپلاینس‌ها به روز هستش، سعی شده که آشپزخونه متناسب با اون به صورت مدرن و مینیمال طراحی بشه. خیلی هم عالی. من میخوام اتاق خواب رو ببینم. تو میری اتاق خواب رو ببینی، منم با یه مهندس فراهانی یکم در مورد سازه و کلا ساختمون و اساسنامه با هم صحبت کنیم. حتما. از اونجایی که اتاق خواب محل آسایش و آرامشه، باید دور از سر و صدا و در یه نشیمن جدا طراحی بشه که به فضاهای عمومی خونه دسترسی مستقیم نداشته باشه. یه اجرای دقیق و یه طراحی خوب مکمل هم دیگه. همینطور که میبینید این کمودا طوری طراحی شدن که کاملا شیارهاش تو هم چفت میشه. آقای مهندس، سازه ساختمون فلزیه درسته؟ بله، سازه ساختمون فلزی، قاب خمشی و سیستم سقفمون در طبقات پارکینگ عرشه فولادی و در طبقات مسکونی کامپوزیت به خاطر لرزش کمتر و عایق صوتی که انجام شده. دیواراتون چطور؟ دیوارای پیرامونی و دیوارای مشترکمون هم همینطور. خیلی عالی. بله. آقای مهندس، نکته جالبی که دیدم کمتر ساختمونیه قبل از ورود ساکنین اساسنامه مصوب داشته باشه. شما این کارو کردید. علتش چی بود؟ به خاطر مدیریت و نگهداری صحیح‌تر ساختمون تا زمانی که ساکنین به صورت کامل مستقر بشن. این خودش میتونه یه مسئولیت اجتماعی باشه. دقیقاً نیما جان، و واقعا بهتون تبریک میگم بابت این طراحی داخلی عالی اتاق خواب. بعد حتما ببینید. حتما. بسیار عالی. واحدهای دیگه تون مثل که یه مقدار متفاوت پلانش. بله، چند واحد متفاوت هستن. بله. میشه بریم ببینیم؟ حتما بریم. بریم. بفرمایید. عجب ویوی بسن. آقای مهندس، عجب منظره ای. کمتر ساختمونی رو دیدم تو تهران همچین ویوی داشته باشه. کاملا تو هر فصلی برای خودش زیبایی یونیکی داره. دقیقاً. و این پنجره سرتاسری هم که استفاده کردین باعث شده که خب هم فضا یه پارچه بشه، هم لول هم هست با بالکن، اصلا یه جوری که انگار حیات خونته. آره. اصلا ازش آدم سیر نمیشه. سیستم هوشمند اینجا چجوریه؟ اینجا تحت پروتکل کینیکس و قابل سناریو برای سیستم روشنایی، پرده و گرمایش و سرمایش و همچنین کنترل بر روی موبایل و همراه با اپلیکیشن هستش. چقدر عالی. برای انرژی سیوینگ ساختمون هم شما اقداماتی رو انجام؟ یه تعداد پنل انرژی خورشیدی تو پشت بام نصب شده که در از کار گرمایش آب استخر رو کاملا به عهده پنل انرژی خورشیدی. برای واحدها میشه استفاده کرد تو تابستون؟ بله، تا یه حدی. بله. چقدر عالی. خب بریم قسمت دیگه واحده ببینیم. بله، در خدمتم. مرسی. فرانی، پوشش دیوارا اکثرش مثل که از پارچه است نه؟ بله، همونطوری که میبینید تو طراحی گچبری‌ها با انتخاب نوع پارچه کاملا با هم دیگه هماهنگ شده. تا
ترکیب خوبی هم درست شده. یه مسئله دیگه من دقت کردم توی کفپوشا لامینت استفاده نشده و همه جا پارکت بود. بله همه جا چوب طبیعی هستش. بریم فرق بین لامینت و پارکت رو ببینیم. بریم ببینیم. اینجا دفتر و محل شوروم شرکت جیواره. تخصص و تمرکزشون روی کفپوش ها مثل پارکت و لامینیت یا دیوارپوش های مثل کاغذ دیواری و پارچه های دیواریه. من با آقای مهندس رسولزاده مدیر عامل محترم شرکت قرار دارم تو روزهای شلوغ کاریشون با هم راجع به این موضوع گفتگو میکنیم. سلام، خیلی خوش اومدین، افتخار دادین. قربان شما، قربان شما. بعد موقع مزاحمتتون خواهش میکنم. بهتر تو روزهای شلوغ کار هست، خیلی دارین فرصت خوبی. متشکرم، افتخار دادین. تو دفترش مایلین گفتگو کنیم یا شوروم؟ من فکر کنم شوروم بهتره. جای خوشگلی هم دارید. نظرتونه. اینجا هم برای کاغذ دیواریام و دیوارپوشاتون نمونه بله، دارین، بله، هم پارکتون. بله، پارکت لامینت هستش. آقای مهندس، این حروف اختصاری HDF اینا در واقع اصل کلمه چیه؟ بله، در اصل MDF که میدل دنسیتی فایبره، یعنی میشه گفت یه سطحی که دنسیتش فشردگیش متوسط باشه. بله. و طبیعتاً اون اچ میشه بله، های. های میشه دیگه، یعنی اون اکیدش بالاتر، تراکنش بالاتر باشه که برای لامینیت HDF توصیه میشه. آها، در لامینیت ام بله چون MDF تو کف استفاده میشه باید مقاومتش بالاتر باشه، بنابراین گاه هم میبینیم که بعضی کارخونه از MDF هم استفاده میکنه، ولی بهتر و تنها راهش اینه که از HDF استفاده بشه. من میدونم که مثلا لامینیت ها ارزون ترن به نسبت پارکت و اینا، ولی دقیقاً تفاوت های فنیشون رو نمیدونم. تفاوت پارکت و لامینیت حالا خوبش اینه که ما همه اینا رو داریم. من به شما نشون بدم. این نمونه پارکت چوبه، یعنی این پارکتی که همه میدونن در اصل به این میگم کاملاً یک پارچه بله، چوبه که چوب. بریده شده و صفحه. بله این هست، یه مقدار خوب قیمتش بالاتره اگه کم کار برده و این هم چوبه ولی انجینیر بوده اصطلاحاً میگن که سطح رویش میگه چوب گرون قیمتیه، سطح زیر چوبای اکونومی استفاده میکنن برای اینکه ارزون تر داره، هم ارزون تر، هم یه سری کارا رومون نمیشه انجام داد، رومون انجام میدن. آها بله. و بهترین راه حلی که پیدا کردن خود این لامینت هست، درست در این حال که اون قشنگی اون چوبا داره، ولی خب دیگه اون میشه گفت شما بازه بیشتری از رنگ، بازه بیشتری از طرح میتونی داشته باشی و قطعا قیمتش هم خیلی بهتره و نگهداریش هم خیلی ساده است. مثلا به شکل تقریبی قیمتش مثلا چند درصد پارکته؟ میتونم بگم 70-80 درصد ارزون‌تره. ارزون‌تره. بله. عالیه. و تنوعش هم تنوعش هم خیلی بیشتر است. ما اینجا هیچی چوب نداریم. نه اینجا چوب، فقط میگم که یه HDFی که استفاده میشه در اصل چوب تهیه شده، یه خمیر چوبه، چوبه و طرح روش هم اسکن شده، دیگه اسکن چوبه که در اصل کاغذ دکوراتیو میگم، با یه ماده آغشته سازی میشه به اصطلاح خودمون، روش یه اوورلی میخوره که اینا ضد خش میکنه که قابل ترددهای بی‌نهایتش میکنه. بسیار خوب، متشکرم. حیفم اومد وقتی تو پروژه مایا شما اون پارچه ها رو در واقع پارچه دیواری ها رو دیدید که سطح دیوار ها رو پوشونده بود یا محصولات دیگر رو، اینجا نیاییم و این گفتگو رو با آقای مهندس رسول‌زاده که با ما محبت دارن تجربه نکنید. به نظرم الان فرصتی شد که کمی راجع به تفاوت های MDF و HDF و اینا بدونیم. برگردیم به مایا و پروژه رو باز هم با هم مرور کنیم. خیلی متشکرم. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به تماشای گفتگوی این قسمت از ایکس پلان. افتخار این رو دارم که در پروژه مایا رزیدنس در خدمت آقای مهندس فراهانی هستم که سازنده پروژه. خوش خیلی خوش آمدین و باعث افتخاری که در پروژه مایا در خدمت شما هستیم. متشکرم. ما خوشحالیم که اینجای ما از تماشای محصول
ممتاز لذت ببریم. این پروژه چقدر وقت شما رو گرفت؟ حدوداً 3 سال. 3 سال. بله. و اساساً در حوزه ساخت و ساز و مهندسی چند سال است که مشغول و فعال هستی؟ اینو باید خدمتتون عرض کنم که خود ریشه خانوادگی داره، پدرم و برادرم، ولی خودم مستقیم بعد از فارغ التحصیلی از سال 79 به بعد. آقای مهندس، وقتی که در منطقه یک شهر تهران با این کیفیت ممتاز پروژه رو به این ترتیب می‌بینیم، به نظر میرسه که شما در فضای حرفتون به تارگت‌های اقتصادی یا پرستیژی خودتون دست پیدا کردید. دیگه چه چیزی رو جستجو می‌کنین تو این شغل؟ واقعاً یکی از دغدغه‌های خود من مسئولیت اجتماعی هستش. مسئولیت اجتماعی حالا در اداره یه ساختمان می‌تونه باشه و یا در انتخاب یه لوکیشنی که برای یه ساختمان، برای ساخت یه ساختمان در نظر گرفته میشه، ما نیایم بر اساس سود تخریب منطقه ایجاد کنیم. تخریب منطقه به این معنیه که ما بیایم پهنه یه منطقه رو مسکونی تبدیل کنیم به تجاری و آسیب‌های زیادی رو تو طول مدت به ساکنین اون منطقه به قول معروف اجحاف کنیم. بسیار عالی. آقای مهندس، چه اهدافی رو تعقیب می‌کنید توی حرفتون؟ برای خودتون چه افقی رو در نظر دارید؟ والا یکی از مطالبی که وجود داره که خب کیفیت ساخت و به وسیله انتخاب گروه‌های حرفه‌ای و همچنین آموزش گروه‌ها، ما یکی از مشکلاتی که داریم، دغدغه‌ای که وجود داره، نفرات حرفه‌ای هستش. من در آینده این تصمیم رو دارم که در از یه، شاید به قول معروف نمیدونم بگم، یه کارگاه یا یه مدرسه‌ای که بتونیم این آموزش رو به گروه‌های مختلف بدیم. ما چون نیروی کار مشکلات زیادی داریم، خیلی به صورت اصولی و حرفه‌ای و مهندسی نمیان جلو و شما شاید توان بذاری، سرمایه بذاری، ولی با یه بی‌دقتی خیلی کوچیک شاید وجهه سازنده یا اون کار اون طرف رو بسیار تخریب کنه. البته مشخصا توی این پروژه شما شانس همکاری با آقای مهندس دلیری داشتین که فکر میکنم با تیم حرفه‌ای فعال. قطعا همینطوره. در قسمت طراحی معماری ما با مهندس دلیری همکاری داشتیم. بله. بسیار خوب. میخوام دعوت بکنم مشاهدات پروژه رو به اتفاق دوستان کارشناس هم ببینین، همینطور به ایکس ریتمون سری بزنیم و بعد از برگشت من تندیس اکسپلن رو پیشکش آقای مهندس فرهانی بکنم و نام پروژه مایا رزیدنس در مجموعه پروژه های ممتاز ما به این ترتیب ثبت بشه. بریم ایکس ریت مایا رزیدنس رو با هم ببینیم. موقعیت و منطقه A دادیم، دسترسی رو B، قدرت برند و تجربه سازنده A، مصالح و متریال. اما من و بابک خیلی روی نحوه اجرا و متریال پروژه دقت کردیم ولی ایرادی پیدا نکردیم، پس A پلاس حقشه. موافقم. پلان رو A دادیم، کیفیت اجرا A، امکانات و مشروعات رو هم که همینجور که با هم دیدیم کاملا با وسعت زیاد، با امکانات کامل و استاندار، یعنی نسبت به تعداد واحدا به نظر من خیلی مشروعات کاملی داشت، وسعت زیادی داشت دقیقا. و خلاقیت معماری پروژه B، ابتکار عمل سازنده در پروژه رو C و همینطور مسئولیت اجتماعی رو هم A دادیم بهش، به خاطر اون اساسنامه مصوبی که داشتم و پنل‌های خورشیدی که استفاده کردم. خب بریم با هم ایکس بورد رو ببینیم. بله، و لوگوی گروه ساختمانی مت هم در جای خودش قرار گرفت و به همین ترتیب بررسی پروژه ممتاز مایا رزیدنس هم به پایان رسید. بریم که با هم یه تقدیر خوب از آقای سازنده بکنیم.
این بار تندیس دوست داشتنی ایکس پلن در لابی مایا رزیدنس و دستان آقای مهندس فراهانی خواهد درخشید. این یک سپاسگزاری خیلی هرفیس. ممنون، متشکر، تشکر از شما همکارانتون برای تلاش. مرسی به پروژه مایا قدم گذاشتید. ممنونم از شما. ممنون. موفق باشین. آرزو سلامتی. مرسی. ممنون. امیدوارم ایکس پلن این قسمت و گفتگوی من با آقای فراهانی رو پسندیده باشید.